حرف اصلی خامنه‌ای در دیدار دیروزش با اعضای هیئت دولت روحانی حمایت تمام‌عیار از دولت بود، دولت روحانی بود. این در حالی بود که ما شاهد بودیم که دلواپسان رژیم فضایی رو طی مدت اخیر ساخته بودن که گویا روحانی اصلا قصد استعفا داره، یا اینکه حداقل چند تا از وزراش برکنار میشن، به خصوص وزرای مربوط به مسائل اقتصادی. حتی در نمایش جمعه این هفته هم امام جمعه خامنه‌ای خیلی قاطع گفتش که رئیس بانک مرکزی برکنار خواهد شد، سیف. اما ما در گزارش که دیشب تلویزیون رژیم پخش کرد و صحبت‌های خامنه‌ای پخش شد، شاهد بودیم که او دفاع تمام عیاری از دولت روحانی کرد. حول همین موضوع و مسائل مربوط به اون گفتگوی داریم با خسرو شکراللهی. سلام عرض می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزاد. بله. سوال اولم حول همین موضوع، چرا خامنه اینطور از روحانی دفاع کرد و معنی این دفاعی که از دولت روحانی کرد چیه؟ با دفاع ما اگر وضعیت من می‌خواستم عرض کنم که در واقع خامنه ای دفاع از دولت روحانی نمی‌کنه، داره از کلیت نظام در مقابل شرایطی که این رژیم آخوندی درش قرار گرفته، در مقابله با قیام مردم ایران، داره از اون تلاش میکنه اون رو حفظ بکنه. اما ببینید، بالاخره به طور مادی و ملموس به اینجا میرسیم که اومده و هم از دولت روحانی و هم از تیم اقتصادیش حمایت میکنه. مثلا حرفایی که زده، اولا میگه باید یک تصویر مقتدرانه ای از دولت عرضه بکنیم، بعدش باید دولت در چشم مردم دولتی توانا، کارآمد و تلاشگر باشه، و حتی در عرصه های بین المللی هم از گفتگو از کارهایی که دولت روحانی مدعی هست که میخواد بکنه و یا قصد این رو داره بکنه حمایت کرد. ببینید، اگر ما شرایط رژیم رو در نظر بگیریم، این حرفا و این دفاع خامنه ای از دولت روحانی به نظر من غیر منتظره نیست. به چه معنی؟ ببینید، یک لحظه وضعیت رژیم آخوندی رو تصویر بکنید در مواجهه با قیام مردم ایران و در شرایط و در وضعیت انقلابی که جامعه ایران قرار داره. از یک طرف ببینید، به لحاظ اقتصادی دو رکن اصلی اقتصاد ایران، یعنی از یک طرف کارگران و از یک طرف بازار، اینها دست به قیام علیه رژیم زدند. این دو عامل خیلی مهمیه، دو عنصر پایه‌ای در اقتصاد رژیم و یا اصلا در بسیار از اقتصادها. مواجه هستیم با 6 ماه تداوم قیامی که اساساً از در بسیاری از مواردش و در بسیاری از جرقه ها مسائل اقتصادی و اجتماعی جرقش رو میزد و به سرعت سیاسی میشد. خودشون گفتن و به درستی هم تمام تحلیلگرا و اصلا در صحنه میهن ما شاهد بودیم که قیام گرسنگان به وقوع پیوسته، مردمی که به جان مردمی به جان آمده ای که بر اثر شدت فشار زندگی معیشتی دیگه دست به قیام میزنند. از طرف دیگه تداوم اینها رو شاهد بودیم. ببینید، وقتی که یک وضعیت به اینجا میرسه، یک وضعیت انقلابی، یک شرایط قیام این چنین جوشان و به اصطلاح زب شعله ور هست، حکومت ها بر اثر شرایطی که این قیام در درون حکومت ها به جا میگذاره، اولا بحران درونی حکومت رو دامن میزنه، باعث وحشت و روحی باختگی و بی انگیزگی در درون ارکان حکومت میشه و این حکومت اجزایش هر روز این بحران داخلی شدت پیدا میکنه و به سمت اصلا پاشیدگی پیش میره. در چنین شرایطی خب حاکمیت دو راه حل داره، یا تلاش کنه که جلوی این وضعیت رو با دست زدن به مانورهای سیاسی و تعویض دولت‌ها و این چیزها بگیره. اون چیزی که مثلا به شکل
فقط برای تفهیم و تفاهم، البته شرایط قابل قیاس نیست. مثلا شاهد بودیم که در مقطع قیام بهمن ما و در شرایط انقلاب ضد سلطنتی شاه هم دست به این کارا میزد، تعویض دولت ها که براش به نتیجه بود. الان خامنه ای از اونجایی که در نهایت ضعف و شکنندگی اوضاع و رژیمش قرار داره، هیچ جای مانوری به این لاس ها نداره و خودش هم میدونه که دست دادن به هر گونه مانوری در این زمینه پیامدهای فوق العاده سنگینی براش خواهد داشت و ای بسا همون جرقه ای باشه که خود همین ارکان این دولت، خود جهانگیری نسبت بهش هشدار میداد و میگفت مواظب باشید جرقه ای نزنیم که کل این انبار باروت و کل این فضا منفجر بشه. بنابراین خامنه ای چاره رو در این یافته که همین ترکیب و همین وضع موجود رو به هر وسیله ای که میشه حفظ کنه، به لحاظ ترکیب دولت، از حمایتی که داره میکنه از دولت روحانی که خب در قبال چنین شرایطی هست. و ببینید اگر غیر از این بکنه با پیامدهای دیگرش روبرو خواهد شد. عرض کردم خود مثلا ببین حرفاش خیلی اینجا گفته گویاست. شرط اصلی موفقیت در همه عرصه ها را خامنه ای میگه ما باید روحیه قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ داشته باشیم. خطابش به خود رژیم هست، به این هیئت حاکمه. روحیه قوی، انگیزه و شجاعت درست در مقابل شرایطی که قیام تحمیل میکنه به حاکمیت، یعنی روحیه باختگی، تزلزل و از دست دادن انگیزه برای حفظ این حاکمیت. بنابراین ببینید حرفای خامنه ای خیلی روشن است، یعنی اینکه هیچ راه حلی ندارم، در اوج ضعف و استیصال هستم و تنها راه حلم چسبیدن به همین اوضاع و حفظ وضع موجوده با سرکوب و با دجالگری. چرا؟ چون که خودش هم میگه باید ما تصویر مقتدری از دولت ارائه بدیم. بله. نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان به ویژه آمریکایی‌ها لازم است که همیشه این کارو میکنه، یا صدا و سیما و دستگاه‌های تبلیغاتی انتقال تصویر درست از اقدامات دولت بکنن. توصیه میکنه که این کارا رو بکنن. دقت بکنید همین دولتی که تحت هجوم باند دلواپسان هست میگه که صدا و سیما بیاد از این تصاویر درست از این دولت ارائه بده، یعنی داره دفاع میکنه از این دولت. پس بنابراین میبینید این اقدامی است که خامنه ای بیشتر برای همین هم عرض کردم غیر منتظره نیست، چون که در چنین شرایطی یا باید دست به مانورهای سیاسی بزنه که خب این رژیم شکننده تر از اونه، و یا باید همین وضع موجود، همین ترکیب موجود رو تا اونجایی که میتونه حفظ بکنه. بله. که داره این خط رو پیش میبره خامنه ای. درست. حالا یک نکته دیگه در زمینه سیاست خارجی هم. بله. تو حرفایی که زد معلوم بود که داره از همین خط روحانی به اصطلاح حمایت میکنه که این هم برخلاف رویکردهای قبلیش بود. این رو چطور توضیح میدین؟ ببینید بله همین که میگید، اجازه بدید اگر من بتونم به چند در تایید حرف شما. خامنه اینطوری میگه لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی و ارتباطات خارجی، بکنم اشاره شما به این قسمت از حرفاش هست. بله. و میگه بجز موارد معدودی همچون آمریکا، روابط کشور با شرق و غرب باید هرچه بیشتر تقویت شود و تحرک عملیاتی و هدفمند دیپلماسی افزایش یابد. بله. روشنه که داره به اصطلاح تشویق میکنه و داره در واقع به اصطلاح چراغ سبز میده و اجازه میده به قول خودش به تحرک و هدفمندی دیپلم، هدفمند اقدامات، هدفمند دیپلماتیک. ببینید در اینجا هم ما باز با وجهی از همون عجز و ناتوانی رژیم آخوندی، باستاب همون عجز و ناتوانی در مواجهه با قیام مردم ایران و در رابطه با بحران‌های لاعلاج اجتماعی و اقتصادی، اینجا داریم باستابش رو در عرصه بین‌المللی می‌بینیم. همین خامنه‌ای که قرار بود برجام رو اگر آمریکا خارج بشه آتش بزنه، نه تنها آتش نزده بلکه به شرق و غرب عالم هم آویخته و اینجا هم داره میگه که این رو حفظ بکنه. خب حالا در این شرایط همین حرفای خامنه ای هم نشون میده که شرایط هم آنچنان برای رژیم در عرصه بین المللی هم بحرانیه. همین چند روز پیش
ولایتی رو فرستاده بود روسیه که با پوتین دیدار بکنه و اون دو تا پیام برده بود، یکی از خامنه‌ای یکی از روحانی، که خب درس دیپلماتیک هم میگن خب این چه معنایی داره که بالاخره شما چرا یک صدا نیست رژیم آخوندی، حتی طرف حساب بعضی جا نوشته بودن. ببینید در این شرایط معلوم میشه که ولی فقیه ارتجا کماکان همون سیاست قبلی رو هم در عرصه بین المللی میخواد پیش ببره، یعنی همین یکی به نل و یکی به میخ زدن، آویختن به هر چیزی که بتونه که این برجام رو حفظ بکنه و سعی بکنه که به یک نحوی با این شرایط کنار بیاد و در این حال راه هم باز بکنه برای اینکه همون حرفی که روحانی میزد که نه باید بریم، خیلی علنا باند روحانی میگن باید بریم گفتگو بکنیم با آمریکا، باید به این شرایط به اصطلاح به پای این میز مذاکرات تم بدیم. و این حال روحانی چی میگه؟ میگه که بله برید گفتگو بکنید، منظورم خامنه ای، و میگه که اقتصاد رو با اون گره نزنید اما برید گفتگوهاتون رو بکنید. ولی اقتصاد گره نه، یعنی پس چی؟ اقتصاد رو گره نزنید یعنی اینکه میگه باید اروپا به ما تضمین بده ولی ما نباید اقتصاد خودمون رو به اون گره بزنیم، یعنی اینکه ناامید شدند از اینکه اروپا بتونه از طریق اروپا بتونن به جوری این تحریم ها رو بعد از خروج آمریکا از برجام بتونن دور بزنن. وقتی که میگه اقتصاد رو بهش گره نزنیم یعنی باید یک فکر دیگری به لحاظ اقتصادی بکنیم. آویختن به دامن اروپا برای دور زدن تحریم ها جواب نداشته ولی وقتی میگه برید با این وجود علی‌رغم این باز هم مذاکره بکنید، پس خب معلومه که چقدر ضعف و استیصاله و چقدر در شرایطی هست که مجبور حتی تن به شرایط سیاسی هم که ازش میخوان برای اینکه بتونه از این تنگنای تحریم ها بیاد بیرون تن بده. و برای اینجا هم دقیقا باستا به همون عجز و ناتوانی خامنه ایه که میاد حتی در عرصه سیاست خارجی هم از دولت روحانی حمایت میکنه. درست. حالا این حرفای دیروزش بود اما امروز هم باز یه سخنرانیش داشت خامنه ای در مقابل به اصطلاح گماشته های خودش در حج، ولی این بار دیگه حرفای به اصطلاح دوباره همون شعارها رو تکرار کرد، حرفای تند و تیزی زد برخلاف حرف دیروز. ببین خود خامنه ای هم گفته، عرض کردم، میگه که ما باید یعنی این سیاست دوگانه ای، یعنی دو وجه داره این سیاست خامنه ای، از یک طرف حفظ شرایط موجود و ضعف و استیصال و تن دادن به وضعیتی که از بیرون داره بهش تحمیل میشه، از طرف دیگه تلاش برای لاپوشانی اینها با استفاده از دود و دمهای بی خطر، همون چیزی که خودش اینجا هم گفته بود ما باید تصویر مقتدری از خودمون ارائه بدیم و حتی هفته پیش هم اومده بود و میگفت که ما میتونیم با تبلیغات در دنیا این کار میکنن، هنره سیاه رو سفید جلوه میدن یا سفید رو سیاه میکنن و ما هم باید همین کار رو بکنیم. ببینید پس اینجا هم این دود و دمهای تبلیغی به اصطلاح بی خطری که مثلا راجع به فلسطین و حقوق فلسطینی هایی که خود سیاست های رژیم آخوندی به روز سیاه نشونده مردم فلسطین رو، میاد از این دود و دمها میکنه در مقابل حج، نمیدونم اون نمایش براعتی که این آخونده در جارگرانه میذارن، ولی وارد مسائل اصلی هیچ وقت نمیشه و لاغر در اون چیزی که تا حالا منتشر کردن در مورد همین حرف هاشن در مورد حج، اون چیزی که تا حالا منتشر شد اگرچه خب خیلی جا منتشر نمی کنن و یا دیر می کنن، اون چیزی که من دیدم به مسائل اصلی اشاره نمی کنه، یا برای پروژه موشکی، نمیدونم خروج از برجام، مسائل دخالت های تروریستیش، مثلا بگه نه ما در روسیه در سوریه میمونیم در یمن میمونیم، خب اینا رو نمیکنه بلکه یک سری دود و دما میکنه. اینم هم دقیقاً همون مؤلفه دیگر این سیاسته، برای پوشاندن این عجزی هست و لاپوشانی این وضعیتی هست که رژیم دوچاره شده و خودش هم میگه ببین داخل میگه اصلا راه حل میگن ما نداریم، خودش با اگر درمانی مثلا اگر نقشه راه اقتصاد تهیه شود ما موفق خواهیم شد، اگر بخش خصوصی تقویت شود، اگر با متخلفان با قاطعیت برخورد کنیم، ببینید تمام اینا یک اگر درمانی ها و یک دود و دم درمانی هایی هست که رژیم آخونده میکنه برای اینکه اصل قضیه که بحرانی است که رژیم آخوندی دچار شده در مقابله با قیام مردم ایران اون رو لاپوشانی بکنه. بله تشکر میکنم از شرکتتون در گفتگومون. خواهش میکنم.